در هر عرصه کلاهبرداری سرشان کلاه گذاشتن. ملار شما سعی کنین با افغانستان بیشتر از یک هزار یتیم خانه جور شده بود. این پولای غربی بیچاره را که ما زحمت میکشیم روان که آخر ما رفتم، ما خودم 8 تا یتیم خانه را با یک دوست جناب تواسم میرفتیم حمایت میکردیم. ما تصاویر کلش هست رفتیم. بعد از 8مش دیگه من بس کردم، گفتم این وظیفه دولت است که باید این کارا را کنه. اینجا یک تک تجارت شده. من باز میگم هر دولتی که در افغانستان هست، آل طالب است اگر بعدش میاد، باید یک اکانت جور کنه مثل رد کراس واره. هر کسی که میخواد کمک کنه و پیسره در موجه بته. اگر دزدی هم میشه یک مقدار از او آدم باز میتونه بره یخنم و دولت بگیره که مردم افغانستانی های خارج 10 میلیون دلار کمک کردن، این را کجا مصرف کردی؟ وکیل میتونی بگیری. شخصی شخصی نمیشه. ملا را چقه ببری محکمه کنی؟ اونا این خاننده را چقه ببری محکمه کنی؟ این یتیم خانه ها را چقه ببری محکمه کنی؟ کلش برای فساد است. خیلی فسادهای بزرگ ما در اونجا دیدم در یتیم خانه ها توسط پلیس، توسط سارنوال. و ما باید مردم ما را بیدار بسازیم که فعلا در شرایط کنونی هر کدامتان مستقیما یک دوست دارین، یک آشنا دارین، یک اعضای فامیل دارین، یک برادر خان دارین، با مو روان کنین که نمیره بگو دلت اگه تو ضرورت داری از تو، اگه نداری امیره با مو مردم برسان. نتین دست از یه لاشخورا. میشنیم از دیگه عزیزان. جناب فروتن صاحب سپاس. عمرزی صاحب اگر شما حرف دارین خوب ندارین، مایک با استاد شیوا میدیم. ما حرف داریم برادر. ما خب گفتم که حال خوب استاد ما بگویم برشت خوب گپ آزد، اما حال دولت وظیفهش گرفتن که دولت امی دولت فعلی که هست یا خوب کارا را کدن. این سوال خیرات خورا را کلش جمع کردن در یک یتیم خانه، پودریا را، چیزی که پودریا بود یا ازر بغل کابل که بود، ازر جای که بود جمعش کرد در یک یتیم خانه، در یک جای برد. اون هم پیسه میتا برش، هم نان میتا برش، هم کل چیز برش میتا. باز دیگه هنرمند مشهور ما که دیگه دیگه سری چیز رشخند میزنن، دیگه پیسه مردم ها میزنن، در جیب خود میزنن، به یک سن به دیگه سن میزنن. دیگه با خدا خودم خیلی شر میدم، یک قشت میشر من سرمی کاری همی که میگن والا یک چی بگن دیگه، یک پشتون آمدی کار را کرد دیگه. با خدا خودم خیلی چیز شدم سرش دیگه. خوی یک تعداد جمعش میکنن امیقار نشید. تو خب یک پشتونی هستی که همگی برای چند یک سال باشه. پشتونای ما در اکثرش کارهای خراب انجام میده. یک دیش که از آدرس اسلام ایزار و تنوان زن میپوشن، یک دیش هم که هنرمند است به این شکل میان جیب مردم را میزنن. متاسف هستیم دیگه. خوب بخون ما خوب گفتم برای تو برادر، ما خوب گفتم، ما خود رو توی لکنه چه کالوی که هر چه او کول کنه نو ده یو چه ناموسیم بچ کرده ده منگا خوزا سعی ده ده کالوی که زن انفجار کو اوز کمبل نر دی پیدا سی پا خپل پرتوب که راسی ده خلق دیو باسی کنه. منگا خوب خپل کالوی که راغلو امریکایان همو باستل، اوز کمبل نر دی پیدا سی دوی دیو باسی کنه پا پرتوب که راسی پا پاتلون که راسی دوی مچشه ورتوای پرچش که چرازی پا ها غشی که راسی ودی باسی ده خلق دیو باسی کنه. عمرزی صاحب همین لباس زنانه پوشیدن بدون تبار خودت فکر نکنم در افغانستان کس دیگه بپوشه. دیو باسی کنه منگا خو پندغه پرتوک دیو باستو امریکایا مو باستو دی یو چانو. عمرزی صاحب امیر اگر فارسی بگوین اگه دب بفهمه گفتم همین لباس زنانه پوشی به جز قوم محترم پشتون افغانستان ازبک و تاجک و هزاره و قدر علاقه به این گپا ندارن. یعنی مرگ را ترجیح میتنن لباس زن را. ما خو گفتم برادر من ناموس یک تار نجات داریم، دمی لباسی چیز ناموس یک تار نجات داریم. مالی کدام مردی دیگه پیدا شوه که بیاد دایزارش بکشه، اینو میاره دایزارش بکشه، دایزار خودش بکشه، دایزار زنش نمیگم، دایزار خودش بیاد بکشن. اینو می طالبا را بکشه. ما خود دایزار زن میگی، زن دختر میگی، هر چی که میگی آمدیم امریکا را کشیدیم. ناموس یک تار نجات داریم، ناموس یک تار در میدان نرقصانیم که زنگ و جامه نبرش بسته کنیم که الک برخ دنبورا برش بزنیم. امی برادرای ازاره ما چی کردن؟ یعنی تو به صفت یک بچه پشتون امی چادر و تنبان و لباس زنانه پوشی جز از فرهنگ تبارتان میدونی افتخار میکنی؟
ناموس یک تار نجات دادیم. بله آه برادر، ناموس خودت تنو نجات بتین. ول ناموس یک تار نجات دادیم چی؟ اگر امریکایی آمده بود خود در کوست و پکتیا و هلمند و ایجا خود شاپی شبانش خود سر فامیلای قوم محترم پشتون بود. ناموس سایکو سایکو ناموس ناموس ازبک نجات داده مازیر امریکایی، ناموس تاجک نجات داده مازیر امریکایی، ناموس ازبک نجات داده مامیار. چند قوم از افغانستان ناموس کل گیر از زیر امریکایی نجات دادیم برادر. دمتون بان زن، دمتون بان زن نجاتش دادیم. همین برادرای هزاره ما چی کردن؟ بگوین برادرای هزاره چی کردن؟ دمی شهر کابل چی کردن؟ سینای دختره رو نبریدن؟ دا کالش میخوای ششنچه رو نزدن؟ همون وقت کی صدای خدا بلند کرد؟ بگوین کسی هست؟ خوی ما خود کدم، ما خود گفتم برد کدم، ولی کدام مرد پیدا میشه؟ کدام مرد هست بیا در میدان، بیا در گز در میدان رادیسی کنه؟ سو کم نرستا رادیسی دقا سچ خلق دی کنه، رادیسی طول دراسی افغانستان کی دیوه چه منگا دقا شای باسو پر تو که باسو پر پتلون که باسو دی خزو پر کالو ایکی نباسو پر پتلون که باسو زی هر چی شای خطا سر اول تا تانگ و تایارا و نظام و وردو و ولک و وردو هر چی شای دوی سر اول سپاس و مرزای سبامی اسناد آقای خراسانی در رابطه با فراد دریاس بگذاریم. اثرش کار میکنم، لطفا بحث جای دیگه نبرین. با سر از اون مسئله که آقا میگه باز میتونیم خیلی صحبت کنیم. امروز هر جامعه حتی در عربستان هم برین شما بعض نقطه های ضعف پیدا میکنین که جای ظهور اسلام است، جایی که طالبان پیسه داده. اگر در امارات برین، امارات عربی، شما میبینین که حوج خوب گپش بسیار بالاست در این مسائل فحشا. اگر در دیگر کشورهای عربی برین به همین شکل است. ما نمیتونیم حالی بگویم که تمام مردم عرب ما بی ناموس هستند. درست است در افغانستان هم مرزای صاحب یک چند تاهای بوده و مسئول از یام جناب آقای کرزی بوده، اسپانسرش آقای غنی بوده، آقای فضلی بوده، امین ها اسپانسر همین چند تا چیزهای که شما میگین که یک ایده بسیار محدود بوده، چند تای در پارلمان بوده، چند تای در اینجا بوده، ولی نه کل مردم افغانستان. و این بس هم میمانیم باز با شما بسیار با اسناد گفتم کل اگی بود باز ما شما نه طالب نجات داده نه نجات داده میتونه. بسیار یک موضوع بزرگ مملکت است، از مردم است. به هر صورت سر از او گپ نمیذاریم. من بسیار کوشش میکنم که شما یک صحبت دیگه هم کنین. من پیدایش کردم. سپاس بزرگوار از شما مشنویم. آقای مرزای سیب مایکتون باز نکنیم، ببینین دیدگاه نظر دوستا در رابطه با موضوع باید باشه. بعد اگر لباس زنانه پوشی فخر بود خو خیر، باز کمال و امو فضیلتی که شما از آدرس لباس زن دارین با او افتخار میکنین. یک برنامه میگیریم اینجا، یک گند افغانوالی رو هم کشال میکنیم، بعد بیا بدر در رابطه با کمالش صحبت کو. معرف نداریم. ما خب گفتم برای تو برادر، ما نجات دادیم، حالا بیا کدام مرد پیدا شود در گز در میدان رادیسی کنه. ببین عمرزای، آقای عمرزای خودت میگی یک دست سر برست او پیچیدی. ما خود زمین در نظر دارم چه هر اصلت افغان بنام مانی افغانی بنام مانی در غریبانان و غریب ماشمان چه بده عشانه که با صرف عشانه زدیم سی فقط خدا فرهاد دریاد و کنسی پروگرام د تاسو د مؤسسه په همکارۍ چې هغه کې تر 400 زیاتو ماشومانو مستقیما برخه اخیستې وه، آیا دغه بې وزو ماشومانو ته څه شی ورکړل شو که نه؟ دا پروګرام چې په نوم د برنامه کوچه من حامد قادری هستم.
اگر شما در گپهایی که من میزنم، ادعاهایی که میکنم، اگر یک کلمه شما دروغ پیدا کردین بگیر، یا در موضوع بودیم دیدیم یا اسناد کامل دارم. این مردم ما یاد فراموشی دارن، مردم ما فراموش میکنن. ببینین این کار بار اولش نبوده، باز ویدیوی دیگه ما دارم که آقای دریا چند تا پولیس گرفته رفته در جان عزی و رئیس آشیانه و اینا را دوباره مثل که در کنار زن قهار آسی آمد، نه؟ اگر ویدیویش دیده باشین، باز اینجا هم برده چند تا پولیس و دولت تو یارا که یار اختاریه داده، باز همین نفرها را دوباره آورده معذرت خواهی کرده که الان ما اشتباه کردیم. اینی از شخصیت از یادم. او برادر گلم، او خواننده، او آقا برو لب روزی حلال پیدا کو، برو از اولی قف دستت پیدا کو، تو جیب ایر خالی کو، جز به نام یتیم، به نام زن، به نام ازو. و گنام گناه یکده مردم هستن که در کنسرت از اینا میرن و هی یک تصویر غلط میده، مثل که بیشتر برمی آقای عمرزایی صحبت هایی که کرد. خب بالاخره مردم به فقان و به ستوی نمیان میارن. موسیقی چیز خوب هست، اشعار خوب باشد چرا نه، هنرمندان بسیار خوبی در گذشته داشتیم، پاک بودن، سال مایکتان بسته شد خلاصانیتان. بله درست شد؟ آل صداتون رو داریم. بله لطفاً دوستان لایک و شیر رو فراموش نکنین، بگذارین که بعضی از حرفایی هست که تا به هنوز نه شما درست آگاهی دارین نه منی فروتن، صرف ما اینمی تنور فراد دریا را تازه متوجه شدیم. اما ایشان از آدرس هنر ای به یک شخصیت هنروند تبدیل شده، هر گان آگاهی هر دو سال یک سالی از احساسات مردم سوء استفاده میکنه، زیر عناوین مختلف پول جمع میکنه، تجیب خود میزنه، بعد میره معیشت و معیشتی که اگر داره اونو پول به پای اونو آدمی که در کنارش هست مصرف میکنه. خلاص استفاده جویی حزیم است. ما با شخص خود دریا کدام مشکل شخصی کدام پدرکوشی نداریم، ولی چون موضوع وطن ما هست، موضوع هنر است، موضوع فرهنگ ما هست، موضوع شعر و ادب بود و اصطلاح همه کرکترهایی که برای نسل آینده باید ببانه، اینها همونها را خراب میکنن. شما ببینید، من مثال خیلی ساده برای شما میدونم. یک احمد ظاهری مرحوم داشتیم، تا امروزی روز هست که در خانه کی نیست، در کموتر کی نیست، در جای خاطری خوب یا خرابش نمیگن، ولی یک دونه احمد ظاهر دیگه خود نتونستن بسازن. نه بچهش توانست، نه نواسش توانست، نه پیروایش توانست. متوجه هستین؟ اینال به چی دلیل؟ به خاطری که اینطور کسایی که در رادیو آمدن، در تلویزیون آمدن، مردم بر از اینا کف زدن، اینا گفتن دیگه به به خلاص شد مستم. نه اینا رفتن که سر هنر کار کنن، نه رفتن سر موسیقی کار کنن، نه رفتن که به اصطلاح یک مکتب اینا تعقیب کنن که مردم بفهمن معرفی کنن، نه بزرگترین اشتباه اینا که نتوانستن سطح دانش مردم در قسمت موسیقی و هنر بیارن بالا، که مردم ببینن، مردم بفهمن که اوکی بله هیچی خواند، ای از کجا خواند، ای کدام سبک بود، سبک عراقی بود، سبک نمیفهم هندی بود یا غربی بود یا شرقی بود، یا متوجه هستین شعری از ای از کی بود، معنی شعری از ای چی هست. وظیفه یک هنرمند در عصر امروز اینی هست، یک آهنگ را که میخونه باید تمام از او را برای مردم تشریح کنه که سطح مردم دیگه چطور. خب مردم رفته دکتری خونده قلب عملیات میکنه، خود که چطور بفهمه خود تنال او برای تو مای راجع به قلب تشریح میته، تو باید بیای راجع به شعر و موسیقی برای از او بگوی که هم او بفهمه هم تو بفهمی. او برای تو میگه بدر روغن حیوانی نخو که قلبت بند میکنه. خب تو هم اینا وظیفه خود نمیتونن.
وظیفه شا فقط امی هستن که چطور یک عروسی برن. حالا پریروز یک آقا آمده بود در دالاس، 25,000 دلار از یک عروسی گرفته بود. خب امی جوان ها چطور دیگه خواننده را بخواین؟ زورشان نمیکشه میرن دیجی میگیرن. خب شما خودتان در بزنس خود صدمه میزنین، در دیگه هنرمندای خودتان صدمه میزنین، کسی نمیخوایتان. 25,000 دلار با مخارجش کیت متحمل شده میتونه؟ اینا باید سر از این چیزها کار کنن، برای مردم آگاهی رسانی کنن. و ما آسان ترین چی میگم و شما میگوتیم آسان ترین طریقه جمع را ضرب گوین یاد گنیم، یگانه را پیدا کرده بیا به نام زن، به نام یتیم، به نام زلزله پیسی شبیگی برو بیا درده که این مردم خود اگه بیاز چیز نمیگن. منظور ما از این برنامه شما جناب آقای فروتن بیدار ساختن مردم هاست، بیدار ساختن او کسایی که از اینا امایت میکنن. که هیر چیز نگو، مثل که یک ملا میایه او رو چتیات میگفت که هر کس که رقص کنه شیطان کلک خود چنان میکنه. خب اون بازی اگه در نادانا هم او رو امایت میکنن، درست؟ خب اینمه تو خواننده ها رو که میاین جیب مردم خالی میکنن، اگه در احمقا و نادان ها اینمی ها رو امایت میکنن. ما هدف ما اینی هست که نکنین کاری که آینده دیگه کسا رو خراب بسازین، خود یک چند روز خوشحال بسازین. رسید مشنیم از جناب استاد شیوای عزیز. بیدامی حرفای آقای قادری خراسان، یک موضوع را باید یادآور شم که میگه حالا ببینین امی هنر، خصوصا موسیقی، هنر موسیقی چقدر یک هنر ظریف و یک هنر پرعاطفه است که دست یک هنرمندی که هنرمند هنر موسیقی که با پرده های هارمونیه آشنایی داره، با آلات موسیقی آشنایی داره، دست از او از کار، دست و فنگ، از این چیزا بیگانه می باشه. عاطفه درونی یک هنرمند اینقدر قوی و زنده می باشه که مثل احمد ظاهر مرحومه که مثال دادن، تمام جیب خودم می کشه برای یک فقیر و نادار می ده. و یک کسی که می بینه اونجا پایش معیوب است، آلت پای از او عشق میریزه در روی بازار و خیابان. یک عاطفه زنده یک هنرمند، یک هنرمند هیچ گاهی اصلا نام هنر موسیقی را یا نام هنر خود را نمیخواهد بد کنه، چون هنر موسیقی یک هنر است که حالا ببینین یک پزشک، یک دکتر وقتی که معاینه میکنه یک آدم مریض، اونمو آلی را که در گوش خود میمونه به عنوان معاینه، اونمو یک ساوند قلب برش میرسانه در گوش همی پزشک، ساوند قلب از او را میرسانه که تا بفهمه حالت همی فیزیکی همی مریض چگونه است. تا اینی حد این همی ساوند بالای روان انسان تأثیر داره. اونمو آدمی که با یک پارچه آهنگ خود حالت یک شنونده و مخاطب خود را دگرگون میکنه، در حقیقت اونمو یک کمال، یک نهایت همو چیش است، توانایی و ظرفیتش است که میتونه با موسیقی خودش، با خواندن خودش حالت یک آدم دگرگون کنه. یک پارچه آهنگ میتونه یک دولت سیاستش تغییر بده، یک ملت به طرف رزمیدن سوق بده. حالا ببینید وقتی که مشنوی آهنگ استاد مددی بزرگواره که وطن عشق تو افتخارم، یعنی دلت میشه که بخیزی تفنگ بگیری برای در سرک، دلت میخواه که بیرق بگیری برای در سرک مارش کنی، در حرکت میاره یک پارچه آهنگ. چون همون رقمی که گفتن میگه آن روز که روح پاک آدم به بدن، گفتن درا نمیشد از ترس بتن، خواندن ملائکان به لحن داود، در تن در تن درا درا در تن در تن. وقتی که روح آدم در قالب آدم نمی در آمد، وقتی در درون از او رباب نواختن تا روح در بدن در آید، ببین که موسیقی با روح انسان چقدر پیوند عمیق داره. میگه مرا تا محرم آن راز کردن، به گوش من صاحب آواز کردند، نفس
در قالب آدم نمیشد، درون سینه او ساز کردند. پیوند عمیق موسیقی را با روح انسان، با زندگی انسان اگر در تحقیق بگیری، یک چیز خیلی مقدس و سچه است. حتی یک مثال دیگه اگر ما بتوم، میگن در جریان طریقی، اجرای طریقی چی خواجه معین الدین چشتی شریف که با ساز ذکر میکرد، میگه وقتی که شاه نقشبند رفته بود شیشت که در مقابلش خواجه معین الدین چشتی با مریدایش ساز داره، موسیقی داره، نعتیه خوانی است، میگه یک دست خود در زمین مانده بود، یک دست خود در سر خود گرفته بود تا ختم ذکر از او دمی حالت بود. از اینجا که برآمد مریدایش پرسید که یا شاه نقشبند چرا این کار شما در این حالت داشتین؟ گفت من در جریان ذکر از این احساس میکردم که زمین و آسمان به هم میخورن. یعنی قدسیت و تاثیرگذاری موسیقی را ببینین تا چی حد است. اما اینا این جلف ها گفته انگلیس ها مردار کردن، بیخیم نام موسیقی را در زمین زدن، آبروی موسیقی را بردن. یک مشت دوز، یک مشت کیسبر، یک مشت فلوتباز و کلاگزار آمدن که ما هنرمند هستیم دور از خوبایش. یک قصه را براتون کنم. دکتر آمد یک قصه را کرد برای من، دکتر سمی آمد یادش بخیر، گفت ما گفتک در یک شهر بودیم که در اونجا گفتک همی خانم قاراسی از ما تقریبا گفتک اگر او در کشتی آمد گفت تقریبا این 7 ساعت زیادتر 8 ساعت در کشتی اینا منزل زدن تا پیش ما آمدن. وقتی آمدن گفت برای اولین بار بود که بعد از مرگ قاراسی گفت اینا آمدن در خدمت در حضور فرهاد دریا. گفت ما و فرهاد دریا یک جای بودیم. فرهاد دریا گفت با اینمی خانم آسی و همی طفلک یتیمش که همون وقت 3 ساله بود یا کمتر بود، گفت ای تو یک برخورد سرد کرد، یک برخورد تشریفاتی، سلام صاحب خوب هستین، جانتان جور، از دیدنتان بسیار خوش شدیم. گفت اینه حتی ما شرمیدم که ایاد با یک دنیا امید آمده پیش فرهاد دریا که تو یک عمر آثار شوهر مرا یا پدر از طفل مرا خواندی، نام تبایی کشیدی، در قله های شهرت و محبوبیت خود رساندی، آخرم همین برخورد تو همین رقم با ما بوده. یعنی آمد همه قدر قصه را کرد و خاموش شد. یک بار برادرش علی حیدر وارسته، هر جای هستن سبز و سلامت باشن، گفت شیوا صاحب، گفت آمد از فرهاد دریا را قصه کرد، از خود قصه نکده که خودش چی کده. ما گفتم چی کده؟ گفت خودش امو لحظه سر دختر قاراسی را در آغوش خود گرفته، ای قبلن گریه کده که حتی را گذرای همی خارجی استاد شده، گفته این مرد چی مشکل داره که ایقا گیریه میکنه. و همین تمام جیب خود کشیده برای دختر قاراسی داده، گفته ایره برای یک بازیچه و توفه و بسکیت بخر. یعنی فرهاد دریا مرد اینمی نشده که یک سنت بکشه از جیبش برای یتیم قاراسی بده که اینمی را تو برای یک بسکیت یا یک چاکلیت چوشکی بخر. این قدر یک آدم نامرد است در این عرصه. من زمانی که برنامه سرزمین من دادم و این آدم سر ما آرز شد و جنجال ما زیاد شد، بعد از او در طلوع رفتم در بامداد خوش یک برنامه دیگه دادم که مجری های از او امو چی بود رفیق ما در پسان که در تلویزیون خورشید رفت، نور احمد پاییز، نور احمد پاییز بود با عدی ارمغان. در اینجا من یک برنامه دادم روی غلطخانی های فرهاد دریا را هم کلن بیان کردم. از این مسئله، از این موضوع چند روز تیر شده بود. ما وقت مزار رفتم، یک بار در مزار ما در مزار یک کلبه چی داشتیم، شعرها داشتیم که بنام انجمن الفتایا نامش بود. در اونجا کلبه فرهنگی همگی می آمد، شاعرها شعرهای خودم می خواند،
آثار تازه را مرور میکردن و همچون گپا برنامه های فرهنگی گرفته میشد. یک روز دمی موقع ما خبر ندارم که دریا آمده در مزار یک کنسرت داره در مکتب دخترها در لیسه سلطان رضی مزار. حسین ستوده یک دوست شاعر و مس آمد پیش ما در دکان شدیم، گفت شیوا صاحب بیا که بریم در کلبه، امروز در برنامه است. ما رفتیم، من خاطره های خود قصه دارم قادری صاحب. رفت در کلبه رفتیم، کلبه دیگه یک برنده بسیار همونتو طولانی باریک داره، چار چار چوکی پشت در پشت همونتو صف طولانی چندگی است، یک چوکی در مقابل ماندگی است با یک میز یک دسته گل در رویش، دیگه در اونجا هیچ کس نیست، صف چیا پوره شد، حاضرین همو میمانش درک نداره. یک وقت بود در زیر گاراژ، دیگه گاراژ دیوار نداره تو تعمیر نوساز است، یک موتر استاد شد و یک موتر مدل بالا، از داخل موتر هم قرغایی تا شد، بادیگارد فراد دریا دستیارش، خود فراد دریا تا شد، سالم احمد خلیق رئیس انجمن نویسندگان پایان شد، یک دوست ما شفیق پیام نام داره او پایان شد. خو اینا آمدن، فراد دریا آمد دمی چوکی مقابل ما شیشت. سالم احمد خلیق رئیس انجمن نویسندگان و رئیس اطلاعات فرهنگ بلخ، این آدم استاد شد، گفت شاعرای عزیز دریا صاحب خو یک چهره معروف است همگی میشناسه، شما گفت یک هر کس از جای خود بلند شود خود معرفی کنه برای آقای دریا. خب کلگی هر کس بلند شد و من در صف دوم یا سوم بودم، یک بار نوبت من رسید، من بلند شدم از جایم، گفتم بشیر شیواستم عضو انجمن نویسندگان بلخ. تا همینطور گفتم، یک بار یادم یک تکان خورد، سعی کرد گفت آقای شیوا خودت هستی؟ گفتم بله. گفت ما، یک قسم پسخند کرد، گفت ما و خودت باز از نزدیک گپ میزنیم. من دیگه واقعا همون لحظه بسیار عصبانی شدم، همه دستای من گره کرده بودم، حتی آماده یک جنگ بودم بیخی، چون من کل کارنامه باطل سیاه ازیره میفهمیدم. من صدا کردم گفتم دریا صاحب، اگر از امی دور ما و خودت گپ بزنیم شاید در نفع خودت باشه. یک بار خنده کرد، گفت چطور عزیز؟ من گفتم به خاطر که بسیار سوالای پیش من است که جواباش پیشت شاید نباشه. دمی موقع یک بار قرغایی از امون طرف یک تلفن گرفته آمد، گفت دریا صاحب صحبت کنین. این همی تلفن گرفت، انگلیسی گپ زد و گپ زد و گپ زد و گپ زد، از جای خود بلند شد رفت و پایان در صحنه میدان حویلی محوطه در گرد گلا دوره کرد و گپ زد و دوره کرد و گپ زد. دمی موقع سالم احمد خلیق مرا گفت شیوا صاحب بلی از خدا جنگ میکنی که ای مردم؟ آ چی می میمان است، خیر است تو؟ من گفتم نه خب بیبی گپ ازیر میگه که موضوع از نزدیک با گپ میزنیم که میاد شهر ما مرا اخطار میده، مرا تهدید میکنه. دیگه این رقمی بازی آدم از اونجا که آمد موضوع حواس شده بود، آمد باقی صحبت ها را چی کرد، یعنی دعوای ما وزی دمو زمان ها بود. ما فقط دعوای گفتم شخصی خود نداشته، بینیم موضوعات فرهنگی ما و شما هست و موضوعات هنری. به هر صورت برنامه ما میخوایم خداحافظی کنیم، ولی در آخر بازم چون به خاطر از اینکه بیننده های ما و بیننده های جناب آقای فروتن و مردم آگاهی پیدا کنن، روشن شون که اینمی سفیر صلح بودن هیچ کدام ارزش نداره جز خاک زدن، و یک گروهی که 6000 ممبر دارن که سالانه در جای میگیره برای کشورهای جهان سوم، مردم میخواین که نمی رقمی که ناتو یکی را بالا می برد، سفر آمریکا یکی را بالا می برد، نمیفهم پاکستان یکی را به به و چه چه برش میگفت، برش راه را باز میکرد در تلویزیون برده. این همی سلح هم که هست، این همی رقم یکان برای استفاده های از اینا که باز نشان بتن در میدیا که این در افغانستان سابق هنرمند هیچ نبود. آل سیکو که اینه مثلا فراد خان در هلمند رفته یا آریانا سهید در هلمند رفته، در حالی که برازو تیاره هلیکوپتر کل سیکریتی را آرمی گرفته ایره برده که یک فیلم برداری بردن که بیاین در موبایل اینجا برای کانگریسمن های زد حزب هم دیگه کس که مگاه تو در افغانستان بردی چی کردی؟ والا ما امسال در افغانستان اینه سیکو کرد مردم که پیسه دادن یا همی انجمن هایی که بر از اینا پول میده برای مسائل نشان بدیم که اینه سیکو در افغانستانه که طالب زن هم میزد تو سیکو کال آریانا سعید میرخصه.
و رفته در مرکز طالبا کنسر داده. این زن سفیر صلح است. آمو دیو بیوا پتنگ بود، دیو پتنگ بود. این تصویر که میبینی آقای چی؟ خب که خوبتر از نزدیک اگر باش که من بتانم ایره نشان بتم. آله درست. همین دست راست بیاریم بخیر برادر. این طرف. اینی تصویر ماستم خب و اصطلاح رئیس سازمان صلح در لس آنجلس و یا کالیفرنیا هست که ای آدم مرا دید ای آمد که قادری او گفت خودت قم بر ما لطف کردی که ما را در تلویزیونت ما یادم است نمیره مصاحبه کرده بودی و گفتگو کرده بودی دفعه دیگه ما برای تو سرتیفیکیت میتیم گفتیم تانک یو وری مچ متوجه هستی اینی مسائل است که اینا برای کسای به درد میخورند جناب فروتن صاحب که عقباز باشه مردم فریب بته که اینا ما سرتیفیکیت گرفتیم همین ترجمانکای ما رو بیچاره را در افغانستان همین کار میکردن هر آرمی که شش ماه در شش ماه میامد باز همین ترجمان های خدا باز یک کاغذ پرین میکردن که تنک وریمت که تو کت ما هم کاری کردی این مسکین ها دیگه او رو باز در پوش تلا نگاه میکردن برشان یک سند باشه یا من اینه گپ هست مردم هم میگم که در این گپ ها در این منافقت ها فریب نخوریم اینه نتیجه کمک مردم و اعتماد بالای فراد دریا اینی تنورا را داریم بله دیگه متاسفانه گپ ها خیلی زیاد است ولی گفتم هدف و منظور سلامت باشی قادری صاحب ما هم خواستیم به ادامه برنامه دیشب ما از این که شما استاد شیوا بعضی دوستایی که معلومات کافی داشتن من فروتن از آقای دریا همی تنور تازه دارم اما سوابق سیای ایشان که کلاهبردار بوده بار بار به نام یتیم خانه و به نام عناوین مختلف اخاذی کرده نمیدانستم حال این ویدئوی ما و شما بعدتر در فیسبوک و جای دیگه و یوتیوب گذاشته همیشه هموطنهای ما میفهمن باید بشناسن دیگه بعد از این اگر کس کمک میکنه مستقیم کمک کنن یا به نیادهای بین المللی بتن ما بازم میگم کسی که دریا را دوست داره اگر آوازش فکر میکنه خب هر کس یک سطح دانش داره اگر همو دانش از او با دانش تو و میفهمی هم دیگه را برو در کنسرتش میری ولی به نام وطن نری به نام زن نری به نام یتیم نری حالا یک نفر آواز الاغ خوش داره ما خود چیزی کده نمیتونیم معذرت میخوایم خب برو بشنو پیسیتون بده ولی نه یکو باز بگوی که ما به نام وطن به نام یتیم به نام زلزله ما وظیفه از اینا نیست کار از اینا نیست اینا صرف برای چی خود شما ببینین ما چالش میتونم که اینها برن یک کنسرت بگیرن فقط بگه کنسرت دریا از 300 الی 400 نفر 500 نفر زیاد نمیره او 500 نفر هم بی‌مضموناست که هیچ کار نداره بیادر بیکار هستیم بیا که رفیقا بری میجن برای موسیقی نمیرن برای شعر نمیرن ای چطور که کنسرت هایی که در این دنیای امروز میشه که 100 هزار نفر 200 هزار نفر 50 هزار نفر استیدیوم ها پر میشه در این لاس ویگاس ما یکان کنسرت میشه 8 ماه پیش اعلان کرده تکت 4 ماه پیش سولد اوت است و تکتش هم $300 جوانا وقت 8 ماه پیش خریدن که ما در این کنسرت میریم 60 هزار قطع تکت فروش رفته 80 هزار قطع تکت فروش رفته و 8 ماه منتظر میشینه چرا؟ چون یا هنرمند هستم نه به نام یتیم نه به نام کمک به سیاسیون نه کمک به کسی میگه بیاین که ما امسال 4 تا خواندن خوبش یا 6 تا خواندن خوبش جور کردیم برای شما میخوانم کونم نمیخوانم خواندن اکس و وای هم نمیکنم خودم مردم میفهمه که خو اینی ارزش داره که ما 8 ماه پیش تکت ما بخرم $200-$300 هم بتم و به خاطر که ما یک چیز نو یک موسیقی نو از این آقا ما میشنوم و دوستش دارم از ما آمده هم در کنسرت لس آنجلس هم در کنسرت کانادا هم در کنسرت ویرجینیا الا شاکو کوجان بچه ماشی ماشی بود قار غضب خدا مادری صاحب گرامی اما خاطره کنسرت لس آنجلس دانه قصه کنین که یک جنجال شد در امیره بانه که یک روز دیگه یک برنامه بگیرین و چی از این خراسانی سه امیره دمیر بینان آخرین حرف دمی برنامه بگوین
یه خواهش است. خب در سال 2005 همین پروگرام را که ما گرفتیم در لس آنجلس کنسرت دوم دریا بود و آقای دریا برای من گفت که من خب 4 ساعت نمیخوانم، خوانده نمیتونم 4 ساعت. من از 2 ساعت زیاد خوب را در یه اموطنهای ما ساعت 12 شب نو گرمی آین تو از 9 بجه تا 12 شب این مردم چی کنن؟ باز ما مجبور شدیم یک گروپ تاجیکی را استخدام کردیم با رقص و با موسیقی بسیار عالی آمدن 2 ساعت برنامه را اونا اجرا کردن و ساعت 12 شب شد، 10 دقیقه مانده بود، 15 دقیقه آقای دریا دمیدان دروازه وار خطا میگفتم آقای دریا فکرت باشه که شب سال نو تبریکی بدی. سن ساعت خود سیل کرد گفت خواه و ای نه پیش از این کسی در اتاق از این بخی جدا بود، در بک استیج خانمش بود، کت بچگکش بود و او جا نه کسی بر از این چیز داد، یک سکیوریتی هم داشت نه. خلاصه مطلب اینه میگه که آمد همی ساعت خود وارخطا سهل میکرد، رفت سر استیج همی خواندن اول کرد، در خواندن دوم دیگه فیصله شد. در 4 خواندن یادم چیز کت کارایی کرد که اید بالاخره آقای و من دیگه چون از این مسئله خیلی حراس داشتم اما تو مانده بودم که این شب مردم خراب کردیم، این سال نو مردم خراب کردیم. ما حدود 400 نفر ایرانی را هم دعوت کرده بودم، ما اینا تکت گرفته بودن و یک جایی را گرفته بودم برای تعداد 8000 نفر که هر سال ما مثل همی کشورهای دیگه ما سال نو تجلیل کنیم، جوانان ما بین هم باشن، مردم هم دید بازدید کنن و یک چیز باشه. ما اونطور یک برنامه ریزی کرده بودم، گفتم مثلا اگه سال 1000 1000 2000 ما سال دیگه 3000 4000 که ما دیگه هر سال همین برنامه را برای هموطنان عزیز ما در شب سال نو یا سال نو خود ما اجرا کنیم. ارمی 12 صاحب بالاخره دیگه آقای دریا وضعش خراب شد و ویدیوش پیش من هست و اما ویدیوم برای ما بسیار قیمت تمام شد، منتها اسناد است پیش ما هست و بالاخره آقای مردمی گفت، آقای مردمی یک دوست ما بود در سان فرانسیسکو که هم یکان برنامه تلویزیونی داشت، بر از او دیگه او را گفتم که برو دیگه وردارش، او رفت و بغل کردش و آوردش و خلاصه در اتاق برده میشه دیگه دست پایش بودش بکشه که او صاحبه او دروش بزن و صاحب خانم شیس و چوچگکش گیریان. خب بالاخره ما مردم هستیم که بالاخره با فرهنگ ما همی هست که احساسات ما را ناراحت میشیم، جگرخون میشیم، وارخطا هم شدیم، کالی نموره، ای چی نشه، ای چی کدی بچه دیگه. به هر صورت خانمش هم گیریان میکرد، دخترکش، پسرش جان جانم بسیار وضعش خراب بود، دیده بود باور در این حالت. خلاصه کلای ما هم کار نمیکرد، همین سه تا نوازنده از یک که بچه ظاهر هویدای مرحوم بود و بچه آقای عارف کیهان بود و یک آلمانی را سر ما بزور آورده بود که برازی جاز بزنه و یک گیتارست بود آقای شمیم از آلمان. حافظه هنوز خوب است آقای فروتن، حافظه قدیم. این اشخاصی ها را دیسی کرد، گشته سر استیج روان کردیم که نغمه بزنین بنوازین که همین مردم یک ساعت خوش باشن. باز اینا رفتن یک 20 دقیقه دیگه موسیقی را برداشتن و مردم قالمقالشان بر آمد و که شب ما را خراب کردین و اگر این مردم بسیار خوش بودن در بیرون بسیار. خلاصه ایرانی ها بسیار ناراحت شدن، بسیار حتی یک 4 تا دشنام حوالی ما کردن که البته به حواله به آقای دریا کردن، گفت همینم بود دریایشون. این خوب نشان میده که چقدر بی‌فرهنگی است در اینجا، متوجه هستین دیگه. خلاصه همون شب خراب شد و باز فردایش من گفتم باید بیایید در تلویزیون صحبت کنیم این موضوع رو. باز اونجا آمد ملامت گیر سر مردم انداخت که مردم افغانستان هم از ظاهر هم کشتن، مرا میخواستن بکشن و مرا زار دادن. او برادر نه کسی تو زار دادن، نه دیگه دادن، نه دیگه دادن. خلاصه به هر صورت مقصد خراسانی سه پروسه که شما داشتین ضربه زدن دیگه، ضربی بسیار شدید زدن که دیگه ما بعد از اون همی کار فرنگی بس کردم. بله همی کار بس کردم به خاطر از این که دیگه
اینها امو ادب کنسر دادن و معنی هنرمند نمیفهمن. کو برادر تو یک شب آمدی پول گرفتی تو بیا پرفورمنس کو، باز برو مشروب و شراب و درگ و هرچی که میزنی برو باز جای دیگه بزنم، یک شب برای مردم بگذار و همی ساعت تو فروختی. متوجه سین وقتی که من یک نفر پیسه میته در مقابلش میگه بیا در محفل ما بخوان، اونمو ساعت دیگه از تو نشد دیگه، وجه تو باید فقط بری مانند یک کارگر بخونی. بله همیز دیگه، معنی خود دیگه چیز نیست دیگه. حالا یک نفر پیسه میته در کنسرت که بیا که چی خب میخواد که تو رو بشنوه شبش خوش بگذره. یعنی خراسانی سپ سفوتاش کردن برنامه شما در شبای سالای بعد نباید دیگه تکرار میشد. نه تکرار نشد تا امروز روزی ماند و ما آقای دریار خواستم محکمه برم ورش خطر وکیل و گپا. ما شخصا حدود 25 هزار دلار ضرر کردیم به اضافه که پول مردم، ولی دیگه از اون تاریخی که رفت تا اینمی فعلا که اینه 2023 18 سال دیگه ای آدم نامد برای مردم. ببین این یک احما ببین همین آدم بزنسمن می باشنه. حال اینجا یک نفر میایه دین روز از من یک چیز خریده میگه این خراب بود. قانون ما هست که اینمی جای تستش که اگه خراب بود برات میتیم. میایه سبو بگیم بیا خیر یکی دیگه میتیم، چون میفهمیم که یک روز پیش خریده دیگه، در یک روزی خب باید دو هفته کار بده این یک روز. حالا اگر این احمق هم هوشیار می بود ای آدم باید چی کار میکرد؟ یک 20,000 30,000 خود خرچ میکرد، میامد در لس آنجلس برای مردم معذرت خواهی میکرد، میگفت من اشتباه کردم یا اشتباه شد، اینه من برای شما یک کنسرت مجانی اینه تو برای شما میتونم. مردم هم خوش میشدن، هم حیثیت و عزت آبروی خود میخرید، هم اونه رو نگاه میکرد، هم آیندهش بهتر میشد که والای چقدر خوب آدم بود آمد اینه داد. پیسه مردم هم خورد، ما هم ضرر کردیم، سر مردم هم تهمت کرد، متوجه هستین؟ بعد هنرمند و تعم و اعتماد و هنرمند هم زد. امروز در لس آنجلس اینمی یکان کانسرت های 300 نفره و 200 نفره میشه، مردم میگه بیادر ما چی کنیم که برم در اونجا در خانه مشروب ما هست، کباب ما هست، ویش که کباب میخوره، ویش که مشروب میخوره، ویش رفیقای خودم میخواین دیگه. همین سیستمه که ما در شب سال نه و در شب چی داشته باشیم، یک گدرنگ بسیار کلان داشته باشیم که جوانان ما دوستان خراسانی شب این آدم مکارگی کرد که تا تلویزیون خراسان را ضربه بزنه یا برنامه را سپوتاش بکنه که در سالهای بعدی بزنه، یا اینکه برنامه را سپوتاش بکنه که در سالهای بعدی بزنه، یا اینکه برنامه را سپوتاش بکنه که در سالهای بعدی بزنه. برای خراسانی سب زنگ آمده بود صدای نکاس میکرد. ساشیوا مایکتون را باز کنین. فروتن گرامی برای خراسانی صاحب زنگ آمد صدای انعکاس کرد. بله بله خب ساشیوای بزرگوار در مقطع پایینی اگر حرف دارین خب ندارین خدافیزی بکنیم. من تنها در مقطع پایانی برنامه همی خواهش دارم از دوستای ما، از وطندارای ما در سراسر دنیا که هیچ گاهی فریب فرهاد دریا را نخورن، هیچ گاهی در حرفای قلمبه و سلمبه ساختگی از او بازی نخورن. او آنچه که میگه گفتارش با عملش کلا متفاوت است، در مغایرت است. فرهاد دریا یک آدم کلاگذار و یک آدم فریبکار و دروغگوی بیش نیست، اصلا پشت از او گپای چرب زبانی و نرم زبانی از او مردم نرن دیگه، اصلا کمک و اهانی هم که داشتن در آدرس یا نهادهای خارجی کمک کننده یا یک نماینده خودشان که برای مردم برسانه، دیگه در جیب از این کیسه برا اصلا پول نریزن. همه قدر حرف داشتم. سپاس ساشیوای بزرگوار. دارم این پرسشی که از آقای خراسانی کردیم اگر پاسخ داشتن مشنویم، بعد خداحافظی میکنیم. خداحافظی میکنم با شما، شبتان خوش. دیگه من صحبت های آخری من میکنم. بله هم صدمه برامو برنامه هایی که ما داشتم که برای مردم، برای گدرینگ مردم. خب طبعا وقتی آدم یک کار میکنه خودش هم خرج داره، منافع خودش هم در میان هست که باید او امایت شوه. مثلا
سال دیگه همین برنامه ها به اندستوری تبدیل شه و مردم عادت کنند. یعنی آقای خراسانی، اعتماد مردم وقتی یک کار در ابتدا باشد متوجه شوند که نواقص وجود داره، در مراحل بعدی مردم دیوانه نیست که حاضر شوند. بله بله، ما تصمیم داشتم که هر سه ماه یک برنامه برای هموطنان ما در لس آنجلس بگیرم، مگر همه را اینا زدن خراب کردن. فقط نمی که چطور پیسی از ایره بگی برو پیشک نفر دیگه، پیسی از ایره بگی برو پیشک نفر دیگه، او سر از او کلابان، سر از او کلابان، سر از او کلابان. ولی ایره فکر نکردن که یک وقت میشه که یعنی تو روز میایه که مردم بیدار میشه و میفهمه که کلابردار کی است. بله، این هم به خود صدمه زدن، هم بر ما صدمه زدن. خب اگر من حامد قادری در این برنامه ها پولدار می شدم، خب ما برای شما چی می کردم؟ برنامه های خوبتر، بهتر، هنرمندان بیشتر دعوت می کردم، برایشان برنامه های جالبتر می ساختم، تشویق خواننده ها می شد، تشویق جوان ها می شد، شاید کورس های تربیتی برای موسیقی تشکیل می شد. متوجه هستید؟ همه را اینا زد. این تنها نی که دریای شکار کرده. از کسایی که خاطرهای خیلی بد دارم، حیدر سلیم، خود امی خانم پرستو، رحیم میریار که کمتر البته که برنامه‌شان گرفتیم، چندین هنرمندای دیگری که ما گرفتیم، حبیب جان قادری هست، اینا بعضی هایشان کمتر، بعضی هایشان بیشتر، یعنی کار کردن که صدمه برای من. خب شما یک دونه چیزو میخرین، نقص میکنین، خلاص برو بخیر، میرین یک کار دیگه میکنین. ولی اینا برای خود بسیار صدمه زدن. 18 سال تو نتونستی که به لس آنجلس بیای، تو ده 18 سال میتونستی 18 کنسرت بگیری، هر کنسرتی تو 30,000 دلاری میگرفتی، 300,000، 824، 500 و چند هزار دلار تو تنها ضرر کردی. آقای خراسانی بزرگوار، یک هفته زفتر، این یک نیم هفته پیشتر اینا ما یک برنامه داشتم در رابطه با دریا و قیس الفت و آریانا سعید که در روی کانال یوتیوب بود، از یک آدرس به نام هنرمندان جهانی هندوستان که یک تلویزیون است و مثل ستاره افغان هم یک برنامه دارن، اینا سوء استفاده کردن، تلاش کردن که آدرس مرا مسدود بکنن. یک موزیکی در حد 37 ثانیه را، بله، امی کانالی که 3,088,000 بیننده داشت ادا کرد که تعلق به ما داره. یعنی اینا خواستن کانال مرا ببندن و من مجبور شدم 33 ویدیو که برنامه داشتم 33 تا را حذف کردم. بنان اینا هدفشانی بود که فروتن چطور جرات کرد آمده یک برنامه جور کرده و او هم در حدی به این شکل که برنامه امروز ما بود نبود. ولی امشب ماشاءالله حرفه های اتول قلمبه و سلمبه و دزدی هایی که مردم آگاهی نداشته برجسته شد که این تنور و مگردش هم نمیرسه. خب امیدوار هستم. من گفتم هدف ما وظیفه انسانی خود انجام میتونم جناب آقای فروتن، چی در مسائل سیاسی است که فعال هستم و چی در این مسائل. تمام اونم یک نقطه است که مردم بیدار شون. تا کی میرین در چاه خودم اندازین؟ متوجه هستین؟ و اون لحاظ ما بازم خواهش میکنم که مردم ما در این کجراهی دیگر نرن و اینا رو بشناسن. اینا اگر همت دارن خودشان هستن برن سر خود خرج کنن، سر هنر خود خرج کنن. مردم به زور هنرت بیار. اما قادری سیب یک چیز را شما را در جریان قرار بتم، اما قسمتی که ویدیو را پلی کردن یک موزیک داره. بله، اینمو موزیک شاید نوازندش یک شخصی باشه و امینا بشناسه و بعد بیا ایدا کنه که از ماست. اینمو موزیک را ما ادیت میکنم. خیره ادیت کن، این چیزای بسیار خصوصی و چیز که هنوز و قدر اینا در موزیک موزیکی که شما استفاده کردین یک شخص حتما در امیروی کانال یک کانال برابر میشه میگه از ماست. یعنی ما برنامه که در تیک تاک ثبت میکنم واضح بگویم تصویر که میخوایم، این برنامه اصلا برای یوتیوب، بعد برای فیسبوک و جای دیگه است. انشالله باز در برنامه دیگهش که باز ویدیوی دیگری را که دجانشان پلیس برده و نفر برده و آره به اصطلاح گفته که بندی میکنم، او هم پیش من هست، بازور برتان نشر میکنم. تشکر. من لوگوی چیزایش ساختم، صرف اجازه شما را به این خاطر گرفتم که باز متوجه شوین که او ویدیو نیست، بازی تو دلتان نگرده که والا فروتن ادیت کرده. اونمو قسمت را من اجازه ندارم، اینا دنبال انمی هستن. قسمی که تیک تاک ما را ضربه زدن، ما از تیک تاک اصلی خودم لایف اومده نتونستم. دیشب که وقت لایف گرفتم
تیم و کسایی که از آقای دریایی حمایت میکنن به حد تیک تاک مرا مسلکی زدن که همی جو جو کردن، یعنی اجازه لایف ندارم. تویتر مرا پراندن، فیسبوک مرا اینا به مشکل مواجه کردن. بنان اوی ده کسایی یکی ده شاید احساس بکنه که فروتن دنبال ازی است که یک دره چی دیگه برادر. این ما وقتی که ما قدری سبره از فیسبوک ای سال پیش مشناسم، اگر ما در فیسبوک غیر مسلکی می آمدم، اگر چهار تا حرف زشت بگوییم خلاف آزادی بیان، این میشه 3000 نفر جمع میشه. ای به درد نمیخوره به ما. ما میاییم بعد از این جرمگونه بالای چهره های سیاه، هنرمندی از اینا دزد به نام افغانیت و افغانوالی، رهبری از اینا دزد، ملای از اینا دزد، آدم کش، جاهل، تمامیت خواه، زورگو، قلدر، در برابرشان نیاز است که ما مسلکی باید کار کنیم. اگر مسلکی کار نکنیم، قسمی که جای دیگه ما رو مسدود کردن، آدرس های ما رو اینا زیر عناوین مختلف میبندن. من بازم جناب فروتن صاحب با خداحافظی امی نقطه خدمت عزیزان میگم که هدف ما هیچ خصومت، هیچ دشمنی با هیچ کسی نیست، فقط بیداری. و نمیگذاریم دیگه که به نام یتیم، به نام وطن، به نام خاک، به نام ازی و ازو پیسر جمع کنن به جیبهای خود بزنن و مردم ما را فری بتن، از احساسات پاک مردم ما استفاده کنن. و خواهش ما که نه به هیچ خواننده یا کسایی که ادای هنر میکنن و یا ملا پولتان نتین که یک جنایت و یک خیانت برای فرهنگ، برای کشور، برای مردم شما هست. بله، شاید خوب داشته باشین خراسانی. ممنون.